با سلام درود احترام خدمت هموطنان در جای جای ایران و دنیا. سوالات زیادی برام اومده و این یعنی جامعه پویا شده، یعنی جامعه به فکر افتاده، حرکت کرده. یه فیلمی بود که گفتم این فیلم برداشتم، من دستی رو پرده سینما برداشتم و خدمت شما عرض کنم دیگه نیست یه جای این فیلم. این پرستی دوش بازی میکرد، خوش زد به دیوانگی که با یه دختر ازدواج نکنه و بعد داره به دختر دیگه ازدواج کنه، اسمش هم نمیدونم زن چی بود، یادم رفته. بعد تو تیمارستان خیلی سوال میکرد چرا من به اینجوریه، چرا اینجوریه، چرا اینجوریه. گفت تو دیوانه نیستی. گفت نه من دیوانم. گفت دیوانه نیستی. گفت چطور؟ گفت یک آدم دیوانه سوال نمیکنه، چیزی رو پرسیدن نداره. و این پویایی جامعه و این همه سوال باعث افتخار بنده است، هرچند که توفیق ندارم به همشون جواب بدم، ولی در حد توانی کار میکنم. عمده سوالا در این رابطه است که چرا انگلیس، بی بی سی و شبکه‌های زیر مجموعه‌اش و شبکه صدای آمریکا و امثال هم و تمام روزنامه‌های اروپایی علیه شاهزاده دارن حرف میگن، حرف می‌نویسن و خیلی‌ها دارن هجمه می‌کنند. بکنند. هزار تا سگ به دریا لیس بزنه، به قول خودشون دریا نجس نمیشه. من را بهتون میگم علت آتش گرفتن انگلیس چیه؟ علتی که به این زوال افتاده چیه؟ به این خفت افتاده چیه؟ و چرا کشور اروپایی دارن سکته می‌کنند؟ و بعضی از آمریکایی‌ها، بعضی از کشور افراسا گروه های خاص تو آمریکا حالا خیلی بزن عرض میکنم. اولی داستان تعریف میکنم براتون، بعد یا اول بگم چرا. ببینید دوستان، شاهزاده عزیز ما قبل از اینکه اصلا به این حساب روال برسه کارها و این رشد در دنیا داشته باشند که به حقم هست، همیشه یه جمله رو تکرار کردند. گفتن که حکومت سکولار دموکرات. سکولار یعنی دین از سیاست جدا. و انگلیسی رو نمیخواد. ما همه میدونیم. همه وقتی صحبت میشه میگه زیر این ریشه این آخوندا رو بذارید، نوشته Made in England. که حالا اخیراً روسیه هم اضافه شده. دو جاهای دو جایی هستند. چرا این همه رو مجاهدین مانور میدند؟ نوکر خودشونه. بعد مجاهدین دوستاش هم این حکومت اسلامی را بندازند. هنوز باز آرزو دارن برگردن به دوران طلای امامشون، برگردن به اون زمان حکومت اسلامی را بزنند. این اصلاح طلب هم همین کارو می‌خواستن بکنند. مثلا این چی نیوز و چی توده‌ای گفت زهرمار، اینها یا اشغال‌ها، این خائنی به فطره، اینا امید داشتن که برگردن کشور و باز از همین مفتخوری‌ها و از همین راه روحانیت و از حکومت دینی باز برای خودشون توبره درست کنن و بخورن. اما کور خوندن. شازه تیرش زد. به هدفم نشست. حالا واسه همینه که بی بی سی و افسارو میان اینجوری آتیش میگیرند. اینجوری به جزای جلز پرز افتادن. مثلا وقتی که خود مداح آخوندی میاد میگه که کازینوهای انگلیس لندن هزینه تاسو و عاشورا رو میدن، با تا آخر خط بخونید. اینها میخوان ملت ایران از فکر بگیرن. من بارها گفتم ما یه فکر داریم، یه ذکر داریم. فکر و ذکر. ذکر تکرار یک چیز هست. حتما نباید یک کلمه دینی باشه. خاطرخواه ایرانم خاطرخواه میدونم تکراره. چیلی پم پم هم ذکره. فرق نمیکنه. وقتی انسان ذکر میگه فکر میره کنار. اینها میخوان با این مسائل، با این خرافات، با این برنامه‌ریزی‌های نمی‌دونم مراسم مذهبی افسارا مردم از فکر کردن بگیرند. احیای شبای 19 ماه رمضان 21 رمضان میخوان مردم از تفکر بگیرند، فکر از ایرانی‌ها بگیرند، درگیری مسائل بکنند. و وقتی فکر نبود خب میشه جامعه همین که شد به اونجا رسید، هر خواسته میتونه باشه بچرخوننش. اما شاهزاده گفتم، من بارها اینو گفتم، شاهکارشونه که انجام دادن و مردم اینو پذیرفتن که آفت کشور و مردم ایران همین تداخل دین در سیاسته. ایشون کارشو کرد، شاهکار تاریخیشو کرد. یعنی
این پاشنه آشیل حکومت های قبلی بود. خب داردسته مصدق باید دلا به هم بریزند، داردسته قاجار باید به هم بریزند، چون نوندینی هاشون تحت میشه، مفتخوری هاشون جمع میشه، کسافتکاری هاشون جمع میشه، میشه یک مملکتی که بر اساس قانون و شایسته سالاری، شما یک مذهبی شایسته پیدا کنید نیست، مفتخور. حالا تو خود اروپا مگه نمی راهبا تا کجا حجاب دارن، تا چیکار میکنن میبندن؟ چرا هیچ که حرف نمیزنه؟ چون نوندونیشونه، کار کاسبیشونه، کلیسای آنچری میزن کار کاسبیشونه، دارن دیوانه میشن که شاهزاده نیومده این کارو کرده، جا انداخت تو مردم. رأی شاهزاده رو میدونن، شاهزاده به خاطر همین رو خلاص راه بکنه، چون کارش قبلا کرده، گفته سکولار، به خاطر کنگره و دموکرات ها اینا به دست پا افتادن و حوله برشون، گفت آقا جان من تا لحظه انتخابات هستم، لحظه انتخابات یعنی خلع سلاح، تو طرفدار مجاهدینی باش آقا برو رای بیاره، جمهوری خواهی باش برو رای بیاره، چپی باش راستی چه هر کوفتی هستی باش برو رای تو بیار، برو پیش مردم رای بیار. خب شاهزاده میدونه، رای خودش هم میدونه، پشتیبانی مردم خودش میدونه، تعارفی نداریم که. اینه که دنیای امثال انگلیسی ها که خرافات پرور هستن و از این راه نوندونی کارشون نون در می بردن و مردم رو از کار کردن می انداختن و مردم مصرفگرا بار می آوردند، باختن بازی رو. یعنی آخرین امید انگلیس توی دنیا همین ایران و این نوندونی که اینجا داشت بود، آخوندهای صادراتیش بود. دوستان بالغ بر 90 ساله که توی نجف، سامرا، کربلا، تو عراق، او آخونده که اونجا روزه میخونن، خود سفارت انگلیس حقوق اینا رو میده، خودش میده. حالا این همه سرمایه‌گذاری که تموم شد، یه جمله شازده گفتن سکولار دموکرات، تموم شد دیگه، انگلیس ها تموم شده هستن، اروپا تموم شده، جونشون هم در بیاد. البته ایتالیا هم پشت قصه هست، پاپ و امثال هم هستن. شما چه تاجگاری به سر دنیا زدید، یک مش بچه باز بار آوردید تو کلیساهاتون، یک مش زن رو بدبخت کردید ازدواج نکنه تا آخر عمرشون، زن زاینده، زن سازنده. بالغ بر 80-90 درصد زنهایی که دوستان ازدواج نمی‌کنن، بچه نمی‌گیرن، چون اینا وقتی ازدواج نکنن و بچه نگیرن هار میشن، زن خصلتشه، همه روانی میشن، به قرصه اونچنین پناه میرن و الی آخر توی مراکزی بستری میشن پی کارشون. حالا زنی که آزاده ازدواج نکنه و دوست پسر داره، جامعه هست، هر جور دلخواه اصلا میکنه، این فرق میکنه. برای اون زنی که مطلقاً ازدواج نمیکنه، بچه نمیاره، شوهرداری نمیکنه، هار میشه. مردی هم که ازدواج نکنه و این زندگی تشکیل داده، لال میشه. این قاعده دنیا از زمانهای 2000 سال قبل گفتن. یه عده دیگه هم بازی رو چی تو باختن؟ سینوه تو کتاب خاطراتش میگه که خاصی یه زنی بود، این خاطر خاصی زنه از اون زنا بود. آقا این زن گفت باید این کارو بکنی، اون کارو بکنی، پدمادرت بیرون کنی، خونت بفروشی، هر چی گفت این کرد. از آخرم خلاصه الاخر تا سینه رشد کرد، آمد رفت پزشک مقصد فرعون شد، این زن رو پیداش کرد، برد توی جایی که مردشو خونه بود، مردها رو چیز ببخشت مومیایی میکردن، بوی گند جنازه ها و امو احشاش و اینها، برد و گفت تا آخر عمرش همینجا باشه، تا همونجا مرد. حالا این حسم به اینها دست داده که تو کویرها و تو این برای باید کار کنن، تا آخر عمرش همونجا بمیرن، تا همونجا جون بدن، چون شاهزاده عزیز میگفتن ما اعدامو برمیداریم. پیشنهاد دادن که ملت کلا پذیرفتن و این به نفع اینهاست. برین کف شاهزاده ماچ کنید که لاقل اعدامتون نمیکنن، شکنجهتون نمیکنن، روزگارتون سیاه نمیکنه، باید خودتون پیشین بنویسی صادقانه، هر چی بوده بنویسی، ننویسی در میاد، همش در میاد، دزدی هاتون، گرگی هاتون، جنایت هاتون، آدم فروشی هاتون، خیانت، همش در میاد، همش در میاد. همون چیزی که خودتون به روایت و حدیث میگید که دست ها میان شهادت میدن، بله میاد در پدرتون هم در میارن. پس علت آتش گرفتن اینها و اون قرض ورزی و خبرنگار بی بی سی و امثال ها، چون اینا دیگه یا مفت دیگه نیست، برو تو هم جور بکن کار کن،
خبرنگار دیگه بهش کار نمیشه، همونجا روزنامه در دنیا تموم شده هستن. یادتون میاد روزی روزنامه بودن تموم شدن، حالا اومده کم کم به اینجا رسیده و اینها بازی رو باختن. برای شاهزاده و ملت ایران دو سر برد بوده، واسه اینا چند سر باخت بوده، مثلا سرمایه گذاری کردن. این حکایت یک بار دیگه تعریف کردم فکر کنم، یکی از دوستان تو استانبول تعریف میکرد، گفت که من خانم خود مریض احوال بود، من گفت یک دختر بچه کمکی بیار. میگفت من رفتم روستای، دختر بچه 12-13 ساله، خیلی لاغرم و طفلی. خلاصه چیز کردن اینو، صحبت پدر مادرش با یه حقوقی اینو آوردمش خونه. گفت یه دفعه اومد زمان خوبه استانبول قد چیز شهر مستقر روش نداشت، برق نداشت که، گفت وقتی اومد توی خونه دید وارد بهش شده. خلاصه ذوق میکرد، کار میکرد، صبح تا شب کار میکرد، این بر میکرد اون بر میکرد که ما از دستی ناراحت نشیم، از دستی عصبانی نشیم. اصلا دست به همیشه دست به سینه وای میستاد. میگفت تازه تلویزیون صف تخت LCD این اومده بود، میگفت من یه تلویزیون خیلی تازه اومده بود، خیلی گرون بود. خلاصه آوردیم اون اسب کردیم کاراش کردیم اینها. بعد این جاربرقی زیاد تو خونه میکشه، دوست داشت این کارو بکنه. بعد این سیم جاربرقی پشت تلویزیون زد توی برق، یک کشید این تلویزیون افتاد. تلویزیون که افتاد یه چند دقیقه تو شوک بود، همینجوری نگاه میکرد. بعد رفت بغچش و شروع کرد به بستن، به پهنه صورت هم گریه میکرد. دیدی تمام آرزوهام به باد رفت، دیدی هرچی نقشه کشیدم خراب شد. مو پهنای صورت گریه میکرد چون تلویزیون افتاده بود، اخراج می‌کنیم دیگه. تمام آرزوهاش به باد رفت، به باد رفته میدید. حالا اینا هم همینطورن. اینا تو ایران خیانت کردن، دزدی کردن، جنایت کردن، آدم فروشی کردن، کسافت کردن، کاری کردن، زن مردم اینجوری کردن، بچه مردم اینجوری کردن، وقت اومدن اینجا تو خارج کشور اوشرا اپوزیسیون که برگردن تو کشور وزیر و وکیل بشن. آرزوهاتون به باد رفت، تموم شد. با این شیوه که شاهزاده اعلام کردن، به این قشنگی که اعلام کردن، با سیاست اعلام کردن، همتون باختید. همتون باختید. از اونجا رو انجام داشتید. دوست عزیز اون شحنه راکت خدا میگیرد. چوب خدا هم صدا نداره، جیگرتون در میاره. فکر کردی خر تو خره؟ یه تئاتری داشت آقای رام صدر، من میخوام. یارو آخونده میگفت اینجوری اینجوری اینجوری، بهش گفت تو فکر این دنیا خر تو دارم، خر تو خر نه، خر تو خر نیست. روزگارتون سیاست. روزگارتون سیاست. مورا اعلام هست میشن بیرون ملت. همه اسناد و مدارک و صحبتاتون هم هست. شرم کنید، خجالت، لاغر خجالت بکشید، بمیرید، آرزوی مرگ کنید از خدا برای خودتون که باز میاد به شاهزاده میپرید. یعنی به 80-90 درصد مردم دارید میپرید دوباره. اصلا عادت کردید به این خصلت، به این کسافت عادت کردید. شما همین کسافت از مگس هستید، شرار پا میکنید، با این مغلط ها به هیچ جا نمیرسید. شاهزاده این کوه مثل سر جاش، پشتیبانی مردم هم داره، خودشم میتونه. یه چند تا مثلا نکته رو تونتون بگم که باز کلیپم زیاد داشته که من یکی از دغدغه عمدم دوستان واتساپ هست، چون اکثر کانال تلگرام بستن کانال من، یوتیوب هم یک کاری داره میکنه، نه چیکار داره میکنه، ولی واتساپ هنوز کار نشد. من مجبور برم واتساپ بزنم، برای 5000 نفره حدود 20 گروه 200 نفره اینا هستن، من اینا رو 200 نفره میفرستم براشون و اونها باز پخش میکنن تری خودشون. اینه که زمینی که اینترنت خیلی زیادی میبره، من میرم پاکت میخرم این روزها، ولی میخوام اونجوری بشه که دیگه دو قسمت نشه، کیفیت هم خوب باشه. خدمت شما هستم که آقای وزیر اطلاعات اعلام کرد که دیگه اپوزیسیون رو هم منسجم میشه. این هم هزینه کردن، این هم چیز کردن دیگه، کاری که شازده ازمون کردن، دهن همه رو بستن. اونایی که خالصن خادمن میان خادمی که، اونایی خائنن میرن کنار. پس خادما به هم نزدیک میشن و اتحاد داره شکل میگیره و این کشته واسه اینا. یعنی این همه هزینه کردن، این همون دختر بچه آرزوش به باد رفت، هزینه هاشون رفت به کنار، مردان اپوزیسیون واقعی به هم نزدیک میشن. خلاصه ما پشت ابر نمی مونیم، دق کردن. خدمت شما هستم که یک تراشه راه انداختن توی پاسپورت دوستانی هست. این تراشه مشخصاتون پاسپورت نمیدونم جی پی اس نو قصه است دیگه، خودتون ال علمی دیگه در دنیا چه دستید. جی پی اس نیاز به انرژی دارد، نیاز به باتری دارد تا بشود اینو ردیابیش کرد. اون فقط شناسایی هست که وقتی دستگاه میزنن باشه، چون تقلب در پاسپورت زیاد میشه. اینو اضافه کردن که اون شناسه وقتی میزنن دیگه مشخصات تصویری و ثبتی صاحب پاسپورت بیاد. و اگر پاسپورتی هم قاچاق خواستن بکنن، تعداد زیرو رو هم دیگه
زیر بار رد کردن اون دستگاه نشون میده که این اینا چند تا پاسورده و میارم بیرون میبینم پاسپورت ها جریانش چیه و جابجایی جریانش چیه. یه خواهش اینه واسه من نفرستید، یعنی بار یک بار 14 15 هزار نفر واسه من فرستادن. هم اینترنت من تماشام به وقت خودتون گسی وقت رو صرف کردم، یه خود تبر تمام کنید. جریان این پاسپورت رو کشته که میشن اینها دیگه گرگا و موشا بجون هم افتادن، دوست از ما با کفتارا بجون هم افتادن. قبلا عرض کردم خدمتتون الان خیلی هاره که کشتن، خیلی هم که استقامت میخوان گرده کلفتی میکنن این برای سرشون در میارن، یا وادار به خودکشی میکنن یا خالصی میکشنشون به خاطر اون قاچاق مواد مخدری که من بارها عرض کردم که اینا برعکس به اصل خودشون قاچاق مواد مخدر و خیلی مسائل دیگه اختلافات بینشون که هر کس اون بار خودش رو ببنده، در نتیجه اینها عین این مافیاها بجون هم افتادند و این ادامه داره و هر چه از اونها کششات به نفع ملت ایران و کشور ایران هست، اینها حقشون هم همین است، زیادی نیست. فکر نمیشید نویه سالیان سال این کارو کردن، 40 سال این کارو عادت کردن، 40 سال این کارو عادت کردن. یه فامیلی ما داشتیم این بنده خدای خود احتیاط داشت، بعد یه بار گفتن آقا فلان، گفت نه من اگه برم گیر پاسدار بیفتم با اون لهجه خودش میگفت که اینا آموخته هستن به کشتن، یعنی عادت کردن به کشتن، اذیت کردن، آزار کردن، نه من نمیرم، من ترک میکنم. خلاصه خیلی با مزه بود، مزه بود با اینا آموختن به این کار، یعنی بیکار عادت کردن و این تو خودشون تصفیه حساب، این همش به نفع ملت و کشور است و تضعیف نیروی خودشون هست. بخوان نخوان کار رو میکنن، مطمئن باشید. خب خدمت شما عرض کنم که بعد یک سری از افراد دوستان هستن که باز هنوز میخوان خودشون چیز کنن، خود آزاری کنن، آقا این کار کرد اون کار کرد. عزیز من ابو سعید ابوالخیر با تعداد شاگرداش رفتن بیابون طرف نیشابور، درس فلسفه و منطق داشتن، عرفان داشتن، همین داشت درس میده باید صحبت میکردن مباحثه میکردن، یه چند نفر از این جوان ها اومدن اوورتر رو بساط کردن و مشروبی و رقاصه و فلانش رو بزن. بعد یکی از شاگرداش گفتش که استاد جوان عوض کنیم. گفت چرا عوض کنیم؟ گفت آخه اینجا بساط کنیم به تو چه ارتباط داره؟ اونا دیدن ما داریم درس میدیم، درس و بحث داریم، آمدن با اطمینان نشستن بساط کردن اینجا. تو خود اطمینان نداری بخواه جا به جا بشی، تو سر جا وایستن چه کار داری؟ به اهمیت بی غذایا نده، توجه کردید؟ اهمیت بی غذایا نده. پس ما هم اهمیت ندیم اینا، دوست بس بمیرم، بس در اون حالتی که بهشون وجود اومده خفقانی که وجودشون گرفته بس بمیرن، چیکار بکارشون داره؟ اینا کشتن باید بمیرن خود تو خودشون، نقص نیاز به نیست که به مردم برسه. زجی که میکشن اونا چه زجی میکشن؟ اونا دارن نیشاشون زهراشون خالی میکنن. شما اهمیت ندید، نرید سو اهمیت ندید. نبینید نیازی نیست. وقتی که تمام دنیا میدونه که رای 16 حداقل 85 درصد و حداقل 95 درصده، دنیا اینو فهمیده و میدونه، دیگه شما چرا خودآزاری میکنید؟ خواهشن دیگه این کارو نکنید. بعضی از البته حجم زیاد شده به من، حمله زیاد شده و طبیعی است. مثلا 7 8 تا کلیپ آخر گذاشتم، پدر حکومت در آورده، ذلیل کرده، خارشون کرده و من نمیترسم و همه کار خودمو کردم، بیش از حد خودم کار کردم، هیچ ترسی هم ندارم، هیچ ترسی هم از مثلا ندارم. اما بعضیاشون یه خورده شیطنتای میکنن. من زمان کرمان تدریس میکردم خیلی جوان بودم، من شاگردم اکثرشون همشون بالاترسنش بالاتر از من بود. بعد گاه گاه شیطنت میکردم، مثلا بچه حوالی روز، بچه صبحان، بچه های مستر چشمش، مهندس بودن، تحصیل کرده بودن، خلبان بودن، شیطنت های میکردن. من خب جوان بودم دیگه و ترکیه و لاغر رو بعد میگفتم خب مثلا یه استاد سر کلاس مثلا الکتریک درس میده. بعد من روز اول که این شیطنت شروع میشد که اگه بخوام خاطرات تدریس رو بنویسم کتاب خیلی جالب میشه، واقعا جالب آموزنده است. بعد دو تا شیطنت که میکردم گفتم ببینید بچه ها، من یک داستان رو تعریف میکنم، بعد این داستانی که شنیدید هر وقت خواستید من بگید بهتون بفروشم. یه پسر بچه تو خونه تابستون بوده بیکار، مادرش به پسر برو کاری بکن، چی کار برو مال کار چی تو خونش هستی؟ گفت مادر من پول ندارم چیکار کنم؟ گفت باکه 3 تا قاز داریم، روزی یه قاز برو بفروش. پسر گفت باش. قاز گرفت بغلش تو خیابون، قاز داریم قاز داریم قاز میفروشیم. دید در یه خونه یکم باز، سرش کرد تو خونه و رفت تو قاز میخرید، قاز دارن میخرید. فقط دید بعد یه آقای خانمی واسه اونجا خلوت کردن، گفت قاز میخرید. من پس مرده گفت پدر سوخته چیه قاز فروختنه؟ سه در اومد، زنه گفت وای داداشم اومد. چی اومد؟ دینا رو کرد تو کمد، پسر رو با اون آقا رو کرد تو کمد و تو کمد گفت قاز میخری؟ گفت چه جای قاز فروختنه؟ گفت نگی سر نخری سرسان کن. خواسته 10 دفعه این قاز رو توی این چیز فروخت، هر دفعه یه دلار فروخت، باز به پس گرفت، گفت باز بده، باز سرسام 10 دلار دفعه فروخت، 10 دلار گیرش اومد، رفت خونه. رفت خونه و عصر مادرش گفت چیکار کردی قاز آوردی؟ گفت ولی هم پولش.
گفت چیکار کردی؟ تو حقیقت تعریف کردی. من 10 بار تو این کمالی فروخته کار بدی کردی پسر جان، برو فردا پیشی کشیش اعتراف کن و دیگه از این کارا نکن. گفت باشه. فردا رفت که اعتراف کنید، پشت این باجه باز همون مرد دیروزی از کشیش همونه. گفت آقای کشیش قاز می‌خری؟ گفت گوش پدر در میرم. به بچه‌ها میگفتم دوست دارید قاز بخرید؟ به من بگید بتون بفروشم. گفتم من فکر نکنید من از کلاس از دانشگاه مثلا اومدم اینجا. من کار کردم، بازار بودم، فلان. خلاصه شیطانی قاز خوب بهشون میفروختم. قاز خوب ها، قاز با مزه با. حالا بعضی دوستان که کاوکادار شیطنت میکنن مثل قاز میخوان. منم فروشنده هستم. بهتون میفروشم و رحمم بهتون نمیکنم. چون قابل ترحم نیستید. چون شرف ندارید. انصاف ندارید. انسان نیستید. کسی که علیه کشورش، ملتش، خانوادش بگه و بیسه رحم نکنه قابل ترحم نیست. عزیز ایام بکام، روزگارتون خوش. بعد دارم کلیپ آماده میکنم و برای فراخانه چیزی پیش زمینه هایی میخواد که خدمتتون هستم. عزیز دلیت همه چی به نفع ملت ایران و کشور ایران داره پیش میره. همه چی در حد اعلا. خدا نگهدار.